اینترنتی، یکی دو تا وبسایت هم عرض کردم، دو سه تا وبسایت فارسی هم گفتم. فقط کافی هر روز یه چرخ تو اینا بزنی، چه خبره؟ مخصوصا خارجیاش، چون اینجا یه زمانی هم میبره ترجمه شه، دوستان زحمت میکشن فعالین این حوزه اینا رو به محتوای فارسی تبدیلش بکنن، یه زمانی میبره. لذا پیشنهاد من اینه که اون انگلیسی ها رو ببینید، بعضی موقع چیز خیلی خوبی از توش پیدا میکنید. و این یعنی همون ایستادن بر شانه قول ها. قرار نیست من کل بازار رو رصد بکنم، اصلا امکانش رو ندارم. بازار 7 در 24 من کجا بگردم دنبالش؟ پس میتونم از این رسانه ها استفاده کنم. در نظر داشته باشین رسانه های زرد هم تو این حوزه زیاد هستن که اخبار منفی میذارن، مثل آدم هایی که به هر حال دنبال منافع دیگه هستن و میخوان مثلا ترند تو بازار ایجاد کنن. پس در نظر داشته باشم که این به چه صورتیه و از کجاها میتونم منابع اطلاعاتیم رو به دست بیارم. و من از این عبارت ایستادن بر شانه قول ها استفاده میکنم و میرم سراغ سایت تریدینگ ویو. یک بار ما این رو به صورت کلی توی دوره 0 تا 100 دیدیم، ولی الان هم دوباره باید بهش مراجعه بشه. باید از تجربه دیگران استفاده کنیم. بهترین جاش هم این هستش که توی این جور سایت ها و فروم هایی که آدم های قدر و قوی توی حوزه تحلیل وجود داره، بیام تحلیل اونا رو نگاه کنم، ببینم چی داره میگه، درست میگه، غلط میگه، انجام بدم ندم، تعداد لایکاش رو نگاه کنم، سابقهش رو نگاه کنم. این میشه همینجوری، یعنی شما از بین اینها قولهای این حوزه رو پیدا میکنید، ازش میتونید استفاده بکنید. قبل از اینکه برم سراغ انواع دستبندی انواع استراتژی های معاملاتی، میخوام اینجا استاپ شیر بزنم. اینجا رو ببندم. خب سایت کوین مارکت کپ قطعا دیگه همه میدونن دیگه. من فقط به خاطر یه یادآوری مجدد اینجا برای دوستان مینویسم. پشتیبان عزیزمونم لطف کنن لینک رو قرار بدن. وبسایت کوین مارکت کپ همونطور که قبلا دیدین کلی اطلاعات به من میده، دروویتیز میده، دیفای میده، استوریج میده، یلد فارمینگ ها رو به ما میده. و عرض شود که من یه توضیح کاملی خانم غزال میدم در این خصوص، اما برای اینکه شما بتونید از ظرفیت های این اسم به نحو احسن استفاده کنید، پیشنهاد میکنم مجموعه ویدیوهایی که من در خصوص کوین مارکت کپ ساختم و توی یوتیوب به اشتراک گذاشتم حتما تماشا کنید. به اضافه که یه سری نکات هم دوستان حالا از قبل میدونن، میتونید از اونها بپرسید، من هم که در خدمتتون هستم. ببینید اینجا به من چقدر میده؟ 8363 تا کریپتو. میبینید این بالا رو دوستان، الان دابل کلیک کردم رنگش عوض شد، ببینید سمت چپ بالا 8363 تا کریپتو داریم در 32592 تا مارکت. کل مارکت کپ دوباره رفت به 1 تریلیون دلار رسید. ارزش معاملات 24 ساعت گذشته 145 میلیارد خورده ای و دامیننس BTC دامیننس دوباره یه ذره اومد پایین. دیشب 62.6 بود، الان شده 62.3. یادمون باشه که این فاکتور مهمیه، یعنی سهم بازار بیت کوین، مارکت کپ بیت کوین از کل بازار هر چی بیشتر بشه بازار رشد میکنه و من بهتره تو اون تایم روی شونه یه روی کول بیت کوین برم بالا. هر موقع فصل بیت کوین تموم شد، شد آلت کوین سیزن، فصل آلت کوین ها، کوین آلت کوین هم تفاوتش میدونستیم دیگه، اون موقع برم سراغ بقیه بازار. اسکرول کنم بیام پایین، ببینیم بیت کوین هست، میگه 33000 خورده، 24 ساعت گذشته، 7 ساعت گذشته، ارزش کل بازار 624 میلیارد دلاره، حجم 24 ساعت گذشته که خورده 1000 1 میلیون BTC جابجا شده. دیشب که من داشتم یه کلاس دیگه ای رو که مربوط به 0 تا 100 برگزار میکردم، اینی که دیدم برای شب گذشتهش میگفت 2 میلیون خورده BTC معامله شده، تا الان 18 میلیون 600 هزار خورده BTC ماین شده. از چند میلیون دوستان؟ دقیقاً از 21 میلیون. دقیقاً یعنی چند میلیون دیگه برای این 7 میلیارد جمعیت کره زمین باقی مونده؟ کمتر از 2.4 میلیون. کمتر از 2.4 میلیون دیگه باقی مونده برای این 7 میلیارد
جمعیت کره زمین که تازه دارن آشنا میشن با این حوزه. براتون جالبه بگم که من این موقع که مثلا حالا درگیر این بازی شدم و حالا این من میگم بازیشون اولا خیلی همه با شک و تردید بهش نگاه میکردن، ما پریدیم توش دیگه. عرض شود که به یه دوست خیلی خوبی دارم تو حوزه بانکیه، بهشون گفتم که ببین این همچین چیزی اومده به نظرم جذابه، خب بلکه براش توضیح دادم، گفت سعید این اینه گولد کوست میمونه که. بعد همونجوری موندم که اون چجوری رو من حساب کرده که من بیام مثلا یه همچین چیزی رو بهش پروموت کنم. دو اینکه بعدش خوشحال شدم، گفتم این دوستمون که در حوزه بانکیه و یه همچین برداشت اشتباهی داره، خب یعنی حالا حالا حالاها این بازار جای رشد داره. تا سال 2140 کل عرض شود که بیت ها ماین میشه، 2040 حدود 98% 2030 ببخشید 98% بیت ها استخراج شده. و یه چیز جالب بهتون بگم، تو یک حالا انقدر مطلب زیاده دلم نمیاد چیزایی نگم رچم، یه بلوکی شماره بلوک 66 666666 بلوک 666666 یعنی شماره بلوکه، از یک شروع شده، از اون جنسیس اومده بالا. عرض شد که خب خیلی رقابت روی این بود که این بلوکه رو کی استخراج میکنه. همونطور که میدونید استخراج بیت کوین اپروف کردنش حدود 10 دقیقه زمان میبره توی شبکه تایید شه، اما تو اون تایم همه رقابت داشتن که این به نام خودشون ثبت شه. تمام ظرفیت اومده بود توی شبکه و شروع کرده بودن. دقیقاً دقیقاً آقای حاجیان عزیز که 3 دقیقه این کار انجام میشه و توش هم میدونید که این بلوکا امکان اینو داره که یک پیام هم توی اون بذارن که پیام یه تیکه از انجیل و آیه از متن از انجیل گذاشته بودن که مثلا بدی نکنید خوبی بکنید، خوبی میتونه بدی ها رو از بین ببره. و بارها بارها این اتفاق افتاده بود و این 666666 به نام عدد طبیعت هم شناخته میشه. پس ببینید 3 دقیقه هم شد، یعنی میتونه اون 2140 یه ذره سریعتر هم انجام شه. این مد نظر داشته باشید، نکته بسیار مهمی هست، یعنی زودتر شاید این به سن ما قد نده، اما قطعا در حیات من و حیات شما و فرزندان ما این به عنوان یه دارایی فوق العاده با ارزشه. یعنی مثلا بارها بارها مثلا شنیدیم از پدرها و پدر بزرگا این شمرون رو می‌بینی مثلا از اینجا تا اینجاش سنگی میدادن، سنگ مینداختی بهت میدادن، یعنی نمی‌دونم واقعا سگو میبستی وای نمیساد توی این زمینه. الان مثلا اون سگو نمیبستی وای نمیساد یا مثلا سنگی میخریدن زمینو شده مثلا زعفرانیه، شده الهیه، شده جردن، شده مثلا بهترین لوکیشن آجودانیه و میلیارد ها میلیارد ارزش اون تیکه است. و این حکایت رو اجازه بدیم ما اینو قیچیش بکنیم با هم دیگه که برای فرزندان ما این اتفاق نیفته که ای خدا مثلا اون موقعی که بیت کوین 100,000 دلار بود چرا نخریدی بابا بزرگ. چرا؟ چون تا 2028 با مدل S2F شما رفتیم ببینید با مدل S2F رو سال 2028، اتفاقا امروز داشتم این اسلاید رو آپدیت میکردم داشتم نگاه میکردم، سال قبل از 20 یعنی از 2025 تا 2028 ظرفیت اینو داره که به هر واحد 1,000,000 دلار برسه بر اساس اون مدل ها. حسابش رو بکنید واقعا 100,000 دلار و 1,000,000 دلار و 40,000 دلار و 30,000 دلار. و بعد تو روز من با حجم بسیار زیادی پیام های دایرکت که دیگه از اینجا به بعد پاسخ نخواهم داد، در خصوص اینکه به نظرت الان وارد بشیم یا نشیم، میگم شما اگه دو تا استوری منو دیده باشی، مثلا مدل دی ای سی رو دیده باشی، ببخشید دی سی ای رو دیده باشی، مدل نمیدونم اس تو اف رو دیده باشی، مدل رنگین کمان رو دیده باشی، دیگه بحث است با من 100 دلار و 500 دلار و 1000 دلار و 2000 دلار نیست. بگذاریم بریم جلو. بله رینبو
که یه مدل خیلی خوب هست که دوره هم بهش میپردازیم، بحث داره اون، مخصوصا رنگ های اون رنگین کمان به ما میگه که دقیقا در چه نقطه خانم غزال وجود قرار داریم و ریسکمون چقدره. خب من بیام اینجا نگاه کنید، قبلا هم توضیح داده بودم، فقط امکاناتی که بهش اگر فکر میکنیم اضافه شده بحث اسپاتلایت هاست، روی اکسچنج ها، دیسنترال اکسچنج ها یه سری تعداد توش اضافه شده، واچ لیستی که خودمون درست میکنیم، پروداکت هاش هم که خیلی چیز عجیب غریبی نیست، اینا رو قبلا با هم دیدیم، یه سری هم آموزش داره که فهمیدیم که میتونیم مثلا اینا رو آموزش ها رو ببینیم، درآمد هم کسب بکنیم، بای بیت کوین میشن که کاری باهاش نداریم، اسکرول کنیم بیایم پایین به ما کلی دیتا میده و روی آها یه نکته مهمی وجود داره تو این میخوام با هم مرور کنیم. ببینید من اینو بیارم پایین، نکسو اصلا همینطوری اومدم پایین، عددش هم زیر یه دلاره، ردیف 72. آیا میتونید به من همین الان بگین که نکسو تو کدوم صرافی ها قابل معامله هست؟ یه سوال مهم برای یه تریدر اینه که این کوینی که من گرفتم کجا میتونم بفروشمش، یا نه اصلا کجا اول میتونم بخرم. فرض کنید تحلیل کردی یه کوین خوبی رو پیدا کردی تو 50 تای اول هم هست، ولی تو نوبیتکس که نیست، آردی دیدی که توی مثلا نوبیتکس دیگه، والکس، اینا نمونه های مختلف بود دیگه، تو اینا نیستش، چیکار کنم من؟ از کجا بخرم؟ چجوری پیدا کنم کجاست؟ کجا صرافی درست رو پیدا کنم؟ رو کوین مارکت کپ کافی روش کلیک بکنم، رو همین نکسو ردیف 72 کلیک میکنم، یه همچین صفحه میاد، خاطرتون هست دیگه، وایت پیپرش رو میتونم ببینم، وایت پیپر چی هست و شرایطش چیه که با هم دیدیم. بعد بیام دیگه حالا گروه ها سورس کدش رو میتونم از اینجا ببینم و یه مدل پیمنت و ارائه خدمت ماینبل هم نیستش اصلا. اسکرول کنم بیام با اینجا دیگه آنالیز و ایناشو میتونم ببینم، حتی نمودارهاشو. من منتظرم که این صفحه باز شه. بله گفتیم حتما لوگاریتمیک باشه. چرا لوگاریتمیک باشه؟ ببین اگه یه تحلیل تکنیکال دیدی که توش لوگاریتمیک نبود خیلی کیرش نکن. چرا لوگاریتمیک بهتر از لاینره؟ از دوستان اگر کسی میخواد توضیح بده.